10 تا کاری که تو روزای اول بعد از زایمانت باید انجام بدی. سلام، من افسانه سلامت، کارشناس ارشد مامایی ام و توی این ویدیو میخوام بهتون کارهای ساده و مهمی که تو روزای اول بعد از زایمانتون باید انجام بدین رو بهتون بگم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اولین نکته مراقبت از بخیه ها هستش. مادرایی که زایمان سزارین داشتن که خب قسمت پایینی شکمشون برش سزارین خورده و توی این قسمت ها بخیه دارن. مادرهایی هم که زایمان طبیعی داشتن ممکنه حین زایمان برش اپیزیاتومی داشته باشن یا واژن و کانال زایمان به طور طبیعی پارگی هایی داشته باشه که این پارگی ها توسط پزشک یا ماماتون بعد از زایمان همون موقع توی بیمارستان ترمیم میشه. اما وظیفه نگهداری و مراقبت این بخیه ها تا زمان بهبودی کاملشون توی خونه به عهده خود شماست. حالا چطوری باید از این بخیه ها مراقبت کرد؟ اولین پیشنهاد من به همه مامانا اینه که بلافاصله بعد از ترخیص از بیمارستان و وقتی که به خونشون میرن یه دوش سرپایی گرم بگیرن. شما میتونین بعد از زایمانتون هر روز دوش بگیرین، اما یه سری نکات کوچولو هست که توی این دوش گرفتن ها بهتره که رعایتشون کنین. مثلا حتی‌الامکان سعی کنین که از وان استفاده نکنین یا توی حموم نشینین یا حمامتون رو خیلی طولانی مدت نکنین. یه دوش گرم، سرپایی و سریع میتونه خیلی کمک کننده باشه. هم خستگی رو از تنتون در میاره و بهتون انرژی میده و هم آلودگی ها از سطح بدنتون شسته میشه. اگر میخواین بخیه هاتون رو بشورین، هیچ نیازی نیست که با شوینده یا محلول خاصی این بخیه ها رو شستشو بدین. همون آب کفالودی که موقع شستن سرتون و بدنتون سر میخوره و از روی بخیه ها رد میشه، واسه تمیز کردن این ناحیه کافی هستش. و اتفاقا برعکس، استفاده کردن از صابون یا شوینده های قوی میتونه باعث بشه که پوست اون ناحیه خشک و ملتهب بشه و حتی بیشتر اذیت بشین. بعضی از مامانا از بتادین استفاده میکنن. قدیما مثلا به مادرایی که زایمان طبیعی کرده بودن و بخیه داشتن میگفتن که توی تشت آب و بتادین بشینین یا بخیه های سزارینتون رو با بتادین بشورین. الان دیگه خیلی این کار توصیه نمیشه. ببینین، استفاده کردن از بتادین توی یکی دوبار اول شستشو زخم توی بیمارستان مفیده و حتی ضروری هم هست که بتونه اون قسمت رو ضد عفونی بکنه، اما استفاده مداوم هر روز و طولانی مدتش هم باعث میشه که زخمتون تازه بمونه و دیرتر خوب بشه و هم یه سری مواد شیمیایی داخل بتادین هست که از طریق پوست و زخمتون جذب میشه و وارد جریان خون میشه که خب اینا مواد خیلی مفیدی نیستن. به خاطر همین من بهتون توصیه میکنم که توی خونه از بتادین استفاده نکنین. به جاش یه سرم شستشو ساده از داروخونه تهیه کنین. بعد از اینکه حمامتون تموم شد خیلی راحت اون سرم رو روی بخیه هاتون بریزین و از همون بیاین بیرون. از همین سرم شستشو بعد از هر بار دستشویی رفتن، اگر زایمان طبیعی داشتین و توی ناحیه پرینتون بخیه داشتین، میتونین برای شستشوی بخیه های ناحیه پرینه استفاده بکنین. بعد از اینکه خواستین خودتون رو توی دستشویی خشک کنین، خواهش میکنم این نکته رو مد نظر داشته باشین که روش خشک کردنتون باید از جلو به عقب باشه که آلودگی های ناحیه مقعد رو نزدیک بخیه هاتون نیارین و روش خشک کردنتون هم باید اینطوری باشه که دستمال رو بذارین و بردارین و یهو اینجوری نکشین رو بخیه هاتون که نخ بخیه گیر کنه لای بافت پارچه و دستمال و کشیده بشه. مرحله بعدی استفاده از سشواره. درست متوجه شدین؟ سشوار. من همیشه به مامانا توصیه میکنم که تو خونه بعد از هر بار استحمام بخیه هاشون رو با باد گرم سشوار خشک کنن. این کار دوتا فایده داره. اولیش این که ناحیه بخیه به طور کامل خشک میشه، چون باقی موندن رطوبت روی زخم به عفونت اون کمک میکنه. و دومیش هم اینه که گرما باعث میشه که جریان خون توی اون ناحیه افزایش پیدا بکنه و روند ترمیم زخم رو سریع تر بکنه. واسه این کار کافیه شما باد سشوار رو گرم کنین و از فاصله 20-30 سانتی، نه خیلی نزدیک خودتون رو بسوزین، روی ناحیه بخیه‌تون بگیرین و چند دقیقه صبر بکنین تا اون قسمت گرم بشه.
به همین راحتی. نکته بعدی اینه که سعی کنین تو روزای اول بعد از زایمان که خون ریزی دارین پد بهداشتیتون رو تونتون عوض کنین، چون خون محیط خیلی مناسبی برای رشد باکتریاست و اگر شما پدتون رو دیر به دیر عوض بکنین ریسک عفونت بخیه های ناحیه پرینتون افزایش پیدا میکنه. یه مسئله دیگه ای هم که هست اینه که لطفاً از لباسزیرهای نخی که تنفس مناسبی دارن استفاده کنین. برای شلوارتون هم همینطور، اگر شما شلوار گشاد و نخی یا دامن که در واقع جریان هوا رو راحت تر میکنن استفاده کنین براتون بهتره. سعی کنین از شلوارهای تنگ، چسبان و جنس هایی که پلاستیک زیادی دارن یا تنفس پذیری مناسبی ندارن استفاده نکنین. یه نکته خیلی مهم برای مراقبت کردن از بخیه مادرایی که سزارین شدن، استفاده از کمربند طبی یا گن بعد از زایمانه. بعضی از مادرها چربی شکمیشون بالاست یا شکمشون شله و حالت پاندولی داره و به سمت پایین آویزون هستش. ببینید توی این مادرها اگه خودشون هم دقت کنن متوجه میشن که بخیه کاملا در چین عرضی زیر شکم قرار میگیره. این چین خوردگی باعث میشه که هوا در نواحی اطراف بخیه ها در جریان نباشه، این قسمت عرق بکنه، مرطوب بمونه و مستعد عفونت بشه. به خاطر همین من بهتون پیشنهاد میکنم از کمربند طبی یا گن مخصوص استفاده بکنید. اینطوری شکمتون به سمت بالا کشیده و جمع میشه و در واقع روی بخیه هاتون نمیفته. مامانای عزیز دقت بکنین که مراقبت از بخیه هاتون خیلی مهمه، چون شایع ترین عاملی که باعث باز شدن بخیه ها بعد از زایمان میشه عفونت و عدم رعایت بهداشت فردی هست و اگر این بخیه ها بازشه ممکنه عفونت بکنه، شما مجبور شین توی بیمارستان بستری بشین که آنتی بیوتیک های زیادی دریافت بکنین یا حتی ممکنه پزشک مجبور شه شما رو به اتاق عمل ببره، بخیه های قبلی رو باز بکنه، بافتای مرده و عفونی رو برداره تا به بافت تازه برسه و دوباره بخیه بزنه، که اینها کار هم خب دردناکه و هم ممکنه باعث بشه که ظاهر اون قسمت اونجوری که توقع دارین به اون خوبی و تمیزی در نیاد. دومی موردی که بعد از زایمان باید رعایتش کنین و بهش توجه ویژه بکنین تغذیه‌تون هستش. اولین چیزی که من به مامانا توصیه میکنم اینه که بعد از زایمان وقتی که به خونه میرن یه رژیم غذایی پرپروتئین داشته باشن، یعنی مقدار پروتئینی که توی روز استفاده میکنن زیاد باشه. چرا؟ چون پروتئین اولین چیزیه که به ترمیم بافتی کمک میکنه و خب شما از طرفی میخواین به بچهتون شیرم بدین دیگه، بنابراین پروتئین خیلی توی رژیم غذاییتون مهمه. چه مواد غذایی پروتئین بالایی دارن؟ قطعا شما بهتر از من میدونین. انواع گوشت، حبوبات، شیر و سفیده تخم مرغ. به جز این حتما مایعات فراوون استفاده بکنید. هم دمای بدنتون تنظیم میشه، هم جریان شیر رو راحت تر میکنه از سینتون و هم کم آبی بدنتون در اثر خون ریزی رو جبران میکنه. نکته دیگه ای که خیلی مهمه اینه که شما بعد از زایمانتون نباید یبوست داشته باشین. دقت بکنین هورمون های بارداری و بعد از زایمان یه خورده مادرها رو مستعد داشتن یبوست میکنه. شما باید با تغذیه‌تون به نرم شدن مدفوعتون کمک کنین که نیاز نباشه برین توی دستشویی و به بخیه هاتون یا به شکمتون فشار بیاد. مهمترین چیز اولا مصرف مایعات فراوون و بعد مصرف میوه و سبزیجات تازه و زیاد هستش. حتما هر روز میوه‌جات تازه استفاده کنین. سعی کنین مصرف میوه هایی که یه خورده به اصطلاح معمول در واقع مدفوع رو سفت میکنن رو کمتر کنین، مثل موز و سیب. در عوض میوه هایی که فیبر بالایی دارن استفاده بکنین. حتما کنار هر وعده غذاییتون سبزی خوردن یا بقیه سبزیجات تازه یا سالاد استفاده بکنین. میوه های خشک مثل برگه زردالو، هلو، انجیر و جوانه گندم و سبوس گندم و برنج خیلی کمک کننده است. یه ماده دیگه که من خیلی به مامانو پیشنهاد میدم استفاده روزانه از یه قاشق غذاخوری روغن زیتون هست که میتونین روی سالادتون یا روی غذاتون بریزین و استفاده بکنین. بعضیا میگن که مصرف آناناس میتونه
ترمیم زخم رو سریع تر کنه. اگر آناناس دوست دارین و بهش حساسیت ندارین، استفاده کردن ازش ضرری نداره، میتونین اونم امتحان کنین. نکته سوم، مراقبت ویژه مادرانیه که سزارین شدن یا مادرایی که توی زایمان طبیعیشون زایمان بدون درد رو تجربه کردن. الان فکر میکنم تقریبا همه مادرایی که سزارین میشن به روش اسپاینال بیهس میشن و مادرایی هم که روش زایمان بی دردشون اسپاینال هست باید به این نکته توجه کنن. در واقع اسپاینال همون روشیه که از کمرتون آمپول میزنن و شما بی درد میشین، که خیلی روش خوبیه، مادر بیدردی خیلی خوبی رو تجربه میکنه، حتی به روند زایمان میتونه کمک هم بکنه، اما یکی از عارضه های شایعش سردرد توی چند روز اول بعد از زایمان هستش. اگر دچار سردرد شدین بهتون توصیه میکنم مایعات فراوون استفاده بکنین که این داروها از طریق جریان ادرار از بدنتون خارج بشن سریعتر و شما زودتر بهبود پیدا بکنین. و کار دومی که باید بکنین استفاده از نوشیدنی های کافئین داره. نسکافه، قهوه، چای و شکلات خیلی کمک کنند است. اما البته یه نکته خیلی مهمی که باید اینجا بهش دقت کنید اینه که سعی کنید این قهوه و نسکافه رو بیشتر صبح ها استفاده کنین و از بعد از ظهر به بعد خیلی استفاده نکنین که تو شیرتون ترشح میشه و بچه‌تون در این صورت یه شب خیلی پرباری و براتون همراه خواهد داشت. یادم رفت چی باید میگفت. و بچه‌تون شب خواب خوبی رو تجربه نمی کنه و به سب شما هم نمیتونی شب خوب بخوابی. مسئله بعدی که خیلی از مادرها هم در موردش ازمون سوال میپرسن میزان نیاز به استراحت یا فعالیت بعد از زایمان هست. من همیشه حتی تو ویدیوهای قبلی هم در مورد این قضیه باهاتون صحبت کردم که بهتون توصیه میکنم خواب مناسب و کافی داشته باشین و اگر نوزادتون خیلی گریه میکنه و شبا خوب نمیتونین بخوابین، حتما از کمک همسر، خانواده یا یه پرستار مطمئن استفاده بکنین و خواب کافی داشته باشین. اما دیگه اینجوری هم نباشه که کامل درازکش باشین و هیچ فعالیتی نداشته باشین، چون این اصلا خوب نیست. شما حتما باید به فعالیت روزانه خودتون برسین، حتما باید روزانه حداقل 20 دقیقه پیاده روی ملایم داشته باشین و اصلا نباید استراحت مطلق باشین و کاملا بی تحرک باشین، چون اینطوری هم نشاط بیشتری دارین، هم در واقع از نظر روحیتون بالاتر میره و هم ریسک لخته شدن خون توی اندام‌های تحتانی و پاهاتون رو کمتر میکنین، ضمن اینکه بازگشت وزنتون به حالت قبل از بارداریتون هم سریع‌تر میشه. پنجمین نکته، مصرف داروهایی هست که پزشک براتون تجویز کرده. اگر سزارین شده باشین قطعا پزشک یه سری کپسول های آنتی بیوتیک بهتون داده که تو خونه تو چند روز اول مصرف بکنین. بجز اون شما باید چند روز اول بعد از زایمان مصرف قرص آهن و مولتی ویتامینتون رو طبق روال قبل ادامه بدید، به خاطر اینکه شما طی زایمان در واقع یه حجم مشخصی خون از دست دادین، از طرفی بدنتون باید طی شیردهی یه سری منابع رو تامین بکنه. به خاطر همین خیلی مهمه که حتما مصرف قرص آهن و مولتی ویتامینتون رو ادامه بدین. اگر سنتون بالا باشه یا بی ام آی بالایی داشته باشین، یعنی وزنتون نسبت به قدتون زیاد باشه، احتمالا پزشک یک سری داروی ضد انعقاد خون هم براتون تجویز میکنه. استفاده کردن از اونها رو اگر پزشک براتون تجویز کرده اصلا دست کم نگیرین و حتما سر موقع استفادهشون بکنین. مورد ششم و هفتم با همه، شما در واقع دو هفته بعد از زایمانتون باید پیش پزشک یا مامایی که توی زمان بارداری تحت مراقبت اون بودین مراجعه بکنین تا ویزیت بعد از زایمانتون انجام بشه. توی این ویزیت پزشک میزان خونریزی شما، بخیه‌تون، نحوه شیردهی و مراقبت از نوزاد و سلامت عمومی بدنتون رو بررسی میکنه و توصیه‌هایی که لازم هست رو بهتون میده.
بجز اون، اگر شما طی بارداریتون قرص قلب یا فشار خون استفاده می کردین، باید بعد از زایمانتون مجدد به پزشک متخصص قلبتون مراجعه بکنید، چون بعد از زایمان ممکنه نیاز باشه پزشک قرص فشار خون یا قلب شما رو تغییر بده. اگر توی بارداری دیابت داشتین یا مشکل کمکاری یا پرکاری تیروئید داشتین، حتماً 6 هفته بعد از زایمان به پزشک متخصص داخلیتون مراجعه کنین که میزان این هورمونا رو توی بدنتون اندازه بگیره و دوز و نوع داروتون رو مجدد تنظیم بکنه. مورد 8، شما تا 6 هفته بعد از زایمان نباید رابطه جنسی داشته باشین. قبل از اتمام این دوره و شروع مجدد فعالیت جنسیتون، لطفاً به یه پزشک یا ماما مراجعه کنین، روش پیشگیری از بارداریتون رو انتخاب کنین و بعد از اینکه مصرف اون روش جلوگیری از بارداری مناسبتون رو شروع کردین، فعالیت جنسیتون رو از سر بگیرین. اصلاً فکر نکنید چون شیر میدین ممکنه باردار نشین. درصد خیلی زیادی از بارداری‌های ناخواسته توی دوران بعد از زایمان و دوران شیردهی برای مادرها اتفاق میفته. مورد 9، علائم خطر مادری و نوزادی بعد از زایمان رو بلد باشین. ما توی کانالمون قبلا 2 ویدیو مجزا در مورد علائم خطر نوزاد و علائم خطر مادر درست کردیم و قرار دادیم که میتونین اونا رو نگاه کنین. مورد 10، کانال یوتیوب مامو پاپالند رو سابسکرایب کنین و ویدیوهای ما رو تماشا کنین، چون توی این ویدیوها ما همه اون چیزایی که شما باید به عنوان یک والد بلد باشین رو بهتون به زبون ساده آموزش میدیم. ممنون که تا آخر این ویدیو با ما بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین ما رو لایک کنین و به بقیه مادرها و دوستاتون معرفی کنین.